Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lecture ششمو هم در مورد پرنسل است در مورد سایتوسکلتن است. سایتوسکلتن چی است؟ سایتوسکلتن از دو کلمه ساخته شده، یکی سایتو و دیگه سکلتن. سکلتن اونمو سکلت میگه و سایتو هم اونمو در مجموع ساختمان یا در مجموع سایتوپلازم میگیم که سایتوپلازم گرفته شده. اینا هر دوی چی سایتوسکلتن گفتم. سایتوسکلتن اگه تحت لفظی ترجمه کنیم سکلت سایتوپلازم برش بگیم یا ساختمان سایتوپلازم. خب سایتوسکلتن از ساختمانای ساخته شده که به نام مایکروتوبیولز یاد میشه، یعنی واحد ساختمانی سایتوسکلتن مایکروتوبیولز میگن. مایکروتوبیولز are structural elements of the cell that act as a cytoskeleton. این جا گفته که خود این مایکروتوبیولز کس عناصر ساختمانی حجره است که با شکل سایتوسکلتن عمل میکن. خب اینا سایتوسکلتن به حجره چی فایده داره یا به حجره کدام وظایف حجره را پیش میبره؟ کدام وظایف حجره را پیش میبره؟ خود سایتوسکلتن یک وظیفه شنمی است که the means of motility for organelles and whole cells. اینا وسیله است که توسط تو حجره یا ساختمانایی که در داخل حجره است یا برزیا و موومنت میتن یا موتیلیتی را میتن یا تحرک برش میتن. بدون از این سایتوسکلتن نمیتونه که حجره شکل بگیره، حجره استوار استاد شوه و به اعضای داخلی حجره موومنت یا موتیلیتی یا تحرک بده. این حال خود نمی سایتوسکلتن کس امی مایکروتوبیولز ها که در مجموع یا از چی ساخته شدن؟ از دو نوع پروتین کروی شکل که به نام الفا توبیولین است و بیتا توبیولین. اینی الفا توبیولین و بیتا توبیولین، اینی ساختمان امی گلوبیولر که میگن یا ساختمان کروی شکل است که با سایتوسکلتن شکل میدن و این امی اردوش به نام مایکروتوبیولز یاد میشه. یک وظیفه سایتوسکلتن نمی است که کروماتیدها را در جریان انقسام کروماتیدها را از هم جدا میکنه. شما در میتوسیس دیده بودین، خوانده بودین، در مکتب هم خواندین و در اناتومی هم شما در اون کورس اناتومی هم میتوسیس گرفتین که در وقت انقسام کروماتیدها که از هم دور میشوند اینمی در تقسیم در جدا کردن کروماتیده ها که به شکل قطبی جدا می شدن. اینه می خود سایتوسکلتن وظیفه را داره. یک بخش دیگه از سایتوسکلتن مایکروفایلمنتس است. مایکروفایلمنتس یک نوع پایه برش می ده، مثل پایه واره ایج عمل می کنه در سایتوسکلتن که ساختمان ها استوار نگاه می داره. خود اینمی گلوبولر پروتین که به حساب به نام الفا توبیولین و بیتا توبیولین بود، ای مثل یک مجمع ورس، یک مجمع است، یک مجمع است که به نام اکتین یاد میشه اردویش یک جویی. و ایجا باز وظیفه شون گفته که وظیفه مایکروفایلمنتس که در مجموع با مایکروفایلمنتس با الفا توبیولین و بیتا توبیولین یا وظیفهشون نمی است که برای حجره در ساختمان یا در استراکچرش رول عمده داره و همچنان در موومنت یا در تحرک مواد ساختمانی که در داخل حجره است یا ارگانل هاست در تحرک از یا بسیار زیاد رول عمده داره. خب موضوع دیگه استوریج پروداکتس است یا مواد ذخیروی است که در داخل حجره است. اینال نباتات مواد مختلفه یا مواد گوناگون در خود ذخیره میکنن. از این جمله استارچ و نشایسته است. استارچ و نشایسته وقتی که در نبات ذخیره میشه ایره به شکل لیپیدز یا شحم و همچنان به شکل
قطرهای بزرگ تیل، قطرهای بزرگ روغن یا شحم که میگیم، دهی ایر کنورت میکنه و یا ایر تبدیل میکنه. یعنی نباتات زمانی که اگر بسیار خلاصه بگیم، فوتوسنتز وقتی که صورت میگیره در برگا قند ساخته میشه، بالاخره ای به استارچ یا نشایسته تبدیل میشه و نشایسته در نبات ذخیره میشه، کم کم ذخیره میشه، ذخیره میشه و ایره بالاخره به چی تبدیل میکنه؟ به لیپیدز، به شحمیات تبدیل میکنه و به دراپلتس یا قطرات بزرگتر یا بزرگ روغن یا شحم تبدیل میکنه. بعضی وقت نباتات کریستال های کلسیم اگزالیت می سازه ذخیره میکنه و همچنان کلسیم کاربونیت ذخیره میکنه. این مواد یا میتونن که در اوجه ذخیره کنن. در بعضی صورت ها، در بعضی حالت ها سیلیکارا که سیلیکا یک نوع ماده است که در این ترکیب جات سیلیکان است، عنصر سیلیکان است. تنینز یک بخش دیگه از نبات است، مواد اضافی وره گفته میشه. بعضی وقت در پوست بعضی درخت های که بزرگتر است، سنش زیاد است، ده او به شکل مثل یک مایه زرد رنگ اتر چی داره؟ رنگ زرد ممانند است. این به نام تنینز میشه، بسیار رنگ زرد داره و براونی یا شکل نسواری رنگ هم میباشه در بعض حالتا. بازی مزه بسیار تلخ داره. این هم در نبات ذخیره میشه به این شکل، تنینز، مرکبات تنینز میگن. در پوست است، در بعض بغمه های بغلای درخت های که حتی درخت هایی که مسمر هم باشد، درخت های مسمر هم است، ولی در اکثر حالت در درخت های غیر مسمر یا درخت های جنگلی هم دیده میشه. دیگر به شکل فینولز هم نباتات مواد ذخیره میکنه در خود. خب برازی که در نبات میکانیزم اکسکریتری یعنی میکانیزمی که چی نمیکنن اکسکریت یا بگیم یا ترشوهی نداره در نبات که مواد اضافی رو ترشوه کنه، دور کنه، در بعضی حالتا نباتات امی مواد به شکل ویست یا به شکل مواد اضافی در خود ذخیره نگاه میکنن. اگر نه انسان ها کس یا حیوانات هست، انسان ها یا حیوانات مواد اضافی رو دفع میکنن یا خارج میکنن، ولی در نباتات در بعضی حالتا برازی که اینمی سیستم ترشویی رو ندارن، در بعض حالت ها مواد اضافی رو در خود ذخیره میکنن، مواد اضافی رو اما تو نگاه میدارن، بلکه ضروری هم نیست. تاپک دیگه سلوال است یا دیوار حجروی است. ما و شما غشای حجروی رو خواندیم، پلازما ممبران خواندیم که پلازما ممبران چی است. اینال سلوال است. فرق سلوال و پلازما ممبران رو باید بفهمیم. پلازما ممبران گفته بودیم ما شما که پلازما ممبران اونمو ممبرانی است که پروتوپلازما در مجموع پوش کده. سلوال کس خود حجره را پوش میکنه یا یک دیواری است که یک حجره را با حجره دیگه جدا میکنه. Majority of plant cells have cell walls except some sperm cells. اینجا میگه اکثریت نباتات حجراتشان سلوال دارن، به استثنای حجرات سپرم یا حجرات جنسی مذکر. اینا یک تعداد از یا چی ندارن، سل ندارن یا ببخشین دیوار حجروی ندارن. Not only provides strength and protection but is also a site of considerable metabolism. اینا وظیفه دیگه دیوار حجروی نمی است که به حجره قدرت می بخشه، استحکامیت می بخشه، نه تنها که استحکامیت می بخشه یا حفاظت میکنه نباتا، بلکه یک محل میتابولیزم نبات می شمرده میشه. محل میتابولیزم نبات یعنی فعالیت های میتابولیکی در حجره صورت می گیره. خب به طور عمده اگر به طور ابتدایی ببینیم، خود دیوار حجروی از سه مواد عمده ساخته شده. یکی سلولوز است، همی‌سلولوز است که بعداً همی‌سلولوز تشریح میکنیم و دیگه پکتینز است. پکتینیا دیگه میشه. پکتینا رو ما شما گفتیم که در ترکیبش مایکروتوبیولز است که او الفا توبیولین و بیتا توبیولین میباشه.
انال دنیجا اینی شکل که شما میبینین این شکل اونمو ساختمان های را میگه که سلوال تشکیل میتن در اینجا چندین چندین ساختمان است ما بعدا این را تشریح میکنیم و خیلی زیاد مهم هم است که در ترکیب سلوال چی است چی دیده میشه Parallel cellulose molecules crystallize into microfibrils, which cover the plasma membrane. خب، parallel cellulose که میگن یا سلولوزایی که موازی است. موازی با هم پلوی دیگر قرار میگن. وقتی که یا کریستالایز میشن، به شکل کریستالی، به شکل کریستالی تبدیل میشن، اینا به مایکروفیبریلز تبدیل میشن. مثلا اینجا ببینیم. اینی سلولوز است. اینا اینجا سلولوز است. این همی سلولوزا به شکل موازی پلوی هم قرار میگیرن و یا این همی یک نوع ساختمان که یاد میشه همی ساختمان کریستالایز شده از یا این بنام مایکروفیبریل زیاد میشه مایکروفیبریل یک بخش هم دیست دیوار جلوی این همی هستن این حال این همی ساختمان های پارالل شده یا موازی شده که هست یا پلازما ممبران هم چی کردن یا کفر کردن یا میپوشانن تربر میگیرن Cellulose microfibrils are bound together by other polysaccharides called hemicellulose. ما پیشتر برای شما گفتم که در سلاید بعدی hemocellulose تشریح میکنیم. این حالی این همی cellulose microfibrils اینی ساختمان که است. این همی ساختمان cellulose microfibril یا یک جای میشن با یک دیگر با دیگر polysaccharide ها. Polysaccharide ها رو میفهم که یعنی قند های چند قیمت ها. یعنی اگر تو بگیم که سلولوز مایکروفیبریلز زمانی که با قندهای چند قیمتک که یک جا میشن یا یک جایی اردوش به نام همه سلولوز زیاد میشن اینجا اینی ساختمان است ببینید اینی ساختمان همه سلولوز است همه سلولوز مولکول اینجا نشانی شده این همه سلولوز این رنگ نارنجی است خب The wall of one cell is glued to the walls of adjacent cells by the middle lamella composed of pectins. خب اینجا بسیار زیاد مهم است همین پاراگراف. دیوار حجره دیوار حجروی که بگویم the wall of one cell ببخشید دیوار یک حجره دیوار یک حجره با حجره دیگر با حجره مجاورش که پلو در پلو است اینمی هر دوش مثل که توسط یک ساختمان به نام میدل لامیلا که از پکتینا ساخته شدن یا به شکل یک جایی اردوش نزدیک میشن نزدیک هستن و شرش میشن یعنی ادجست میشن شرش میشن یا پلو در پلو قرار میگیرن و یا را کدام ساختمان شرش میکنه یا را میدل لامیلا میدل لامیلا ساختمانی است که یک حجره را به حجره دیگر جاین میکنه یک حجره را به حجره دیگر گلو میکنه یا شرش میکنه وصل میسازه خب باز سلاید بعدی میدل لامیلا هم شما میبینید که میدل لامیلا چی است و بعدا پلازما دسماتا رو هم میفهمید که تقریبا وظیفه مشابه دارن پلانت سلز هاف ا ثین پرایمری سل وال حجرات نباتات میگه که از دیوار حجروی نازک ساخته شده خب در این ساختمان شما باز ساختمان دیگر میبینید که ببینید مایکروفیبریلز مایکروفیبریلز ها رو پیشتر برای شما گفتیم که چگونه ساختمان داره یا هر کدامشان اینمی است که ساختمان گلوبولر رو میسازن ساختمان ببخشید گلوبولر نه ساختمان سایتوسکلتن رو میسازن که سایتوسکلتن یا به حجره استقامت میبخشد تمام ارگانول هایی که داخل حجره است برای استقامت میبخشد دیگه این ساختمان پکتین است نیوترال پکتین مولکول است اسیدیک پکتین مولکول است خیلی مرکبات دیگه از اینجا اینجا ببینید کلشم پلاس 2 یعنی کلشم که ایونایز شده که دو است یعنی ایونایزشن تعداد ایونهایش دو است دوی پوزیتیو است مثبت است یا به شکل بریج یعنی که بریج بتوین پکتین مولکولز یعنی اینجا این شکل او بیره که میبینید اینجا چندین نوع پکتین ها با هم وصل کردن یک جای کردن ادجست کردنش خب سلز ریکوائرینگ
Cells requiring more strength may form a secondary lignified cell wall between the primary wall and the plasma membrane. In all, وظیفه دیگه حجره دیوار حجروی نمی است که برای حجره strength یا توانایی یا قدرت می بخشد و یا ساختم برای خود دیوار حجروی یک نوع lignified cell wall between the primary wall and the plasma membrane. یعنی حجراتی که دیوار حجروی که یا حجراتی که ببخشید حجراتی که توانایی داشته باشند یعنی استقامت زیاد داشته باشند خب طبعا ضرورت داره به چی ضرورت داره طبعا به حجرات lignified شده ضرورت دارن lignified به این معنی که یک نوع ماده به نام لگنین است لگنین بسیار زیاد سخت محکم است این حال یک حجره که میگه توانایی استقامت داشته باشه یا استقامت زیاد داشته باشه معلوم دار است که او با حجرات ضرورت داره که او لگنیفاید شده باشه محکم شده باشه سخت شده باشه به این ضرورت داره و همچنان با یک دیواره که به نام پلازما ممبران است پلازما ممبران برای شما گفتیم که نمو ممبرانی است یا غشایی است که تمام پروتوپلازم احاطه کرده پوشانده باز به این ضرورت داره تا اینکه یک حجره خوب استقامت داشته باشه Associations of cells یعنی دیگر مرکباتی که در حجره داخل است شامل است دمی Association of cells می باشه این حال برازی که یک حجره با حجره دیگر انتراکت کنن در تقابل باشن با هم دیگر نزدیک باشن اینا مجبور است که یا کمیونیکیت کنن یا تفاهم و تفهیم کنن نباتات یا حجره یا حجره با حجره دیگر مثل انسان ها مثل حیوانات یا کمیونیکیت نمیتونن یا تفاهم و تفهیم کردن نمیتونن بلکه تفاهم و تفهیم از یا دیگر رقم است که بعدا حالا بر شما میگم اینمی interacting cells sense that they are a part of larger organism and identify how they should differentiate این همی حجراتی که در تقابل هستند یا میگه یک نوع حس میکنند که حجرات که ارگانیزم هایی که بزرگتر است ارگانیزم هایی که بزرگتر است اینا چگونه تشخیص کنند چطور تشخیص کنند مثلا دشمن از دوست چگونه تشخیص کنند مواد غذایی را که ضرورت دارن با مواد که ضرورت ندارن چطور تشخیص کنند این همی حجراتی که در تقابل هستند یا interacting cells را تشخیص کنند میتونند بلکه در حیوان در نباتات چگونه است آلی را بر شما میگیم This requires extensive intercellular communication این حالا در حجرات نباتی کس یک حجره با حجره دیگر چگونه کمیونیکیت میکنن چگونه تفاهم و تفهیم میکنن چطور با یکی دیگر تماس میگیرن یا با یکی دیگر اگر به طور ساده بگیم گپ میزنن یا در داخل حجره هستن در داخل حجره یا در داخل یک عضو نبات که بگیم حجرات که پولی در پولی یکی دیگر می شوند اینا به شکل انترسلولر یا در ارتباط می شوند انترسلولر بهم یکی انتروسلولر است یکی انترسلولر است انترسلولر به این معنی که در داخل حجره یک ارگانل با ارگانل دیگر از یک مواد مثلا می گیرن دیگه به دیگر می تن ولی انتروسلولر که بگیم حجره به حجره ارتباط می گیرن گیرن بدن بر شما They say that plant cells cannot communicate via direct physical contact. I said to you that like animals or people, حجرات نباتی نمیتونن که به شکل فیزیکی یا به شکل فیزیکی بگیم یا کانتکت کنن در تماس شون از یک حجره به حجره دیگر رقمی نمیتونن بلکه یا رو میگن که علما میگن که نباتات plants can communicate chemically یعنی نباتات به شکل حجرات نباتی به شکل کیمیکال یا چی میکنن کمیونیکیت میکنن به شکل کیمیایی یا کمیونیکیت میکنن یا افهم و تفهیم میکنن یا مشکلی که دیگر رفع میکنن خب اینا لینمی کمیونیکیت چگونه میشه ما بیشتر بر شما گفتم که میدلمیلا عبارت ساختمانی است که دیوار حجروی یک نبات با دیوار حجروی نبات دیگر وصل میکنه پس از یک حجره به حجره دیگر
از طریق مدلملا اینا مواد از یکی باجری دیگر از یک باجری دیگر میتن و خود این مدلملا بعض وقتی مثل یک بریار یا مثل یک چک پوینت عمل میکنن. بعض وقت اجازه میده در چک پوینت مثل که در موتورا سرکاسا در چک پوینت استاد میشه ترافیک است یا هر کسی که مسئولش است موتور بعض موتور استاد میکنه اگه چیزش مشکوک باشه استاد میکنه در اجرا هم می میدل میلا امور رقم عمل میکنه یک بریار است یک چک پوینت است پلازما دسمتا الاو دایرکت کمیونیکیشن اینا ساختمان دیگه ای که ما بر شما گفتم مشابه بعض وقت میدل میلا و پلازما دسمتا را وظیفه درست تشخیص کردن نمیتونه ولی کمی متفاوت است پس پلازما دسمتا الاو دایرکت کمیونیکیشن پلازما دسمتا که مستقیما بر حجره اون مو قدرت میته که مستقیم عمل کنه مستقیم کمیونیکیت کنه مستقیم افهام و تفهیم کنه با حجره دیگه در اینجا ببینید ساختمان پلازما دسمتا است اینی یک حجره را وقتی که کراس سکشنش گرفتن اینجا ببینید اینی حجره است پس این حجره را اینجا آوردن از نزدیک مطالعه کردن این پلان سل است اینجا ببینید یک حجره با حجره دیگر پلو دو پلو این حجره دیگر است این همی حجرات که پلو دو پلو باشید به نام adjacent cell میگن adjacent cell در سلاید های بعدی قبلی شما چی کردین این رو خواندین که adjacent cell چی هست ایناله اینی یک ساختمان ببینین به نام پلازما دسماتا یاد میشه اینی ساختمان پلازما دسماتا اینجا هست یک حجره با حجره دیگر این همی پلازما دسماتا هست پس وقتی که یک حجره با حجره دیگر کمیونیکیت میکنه از طریق همی پلازما دسماتا میکنه پلازما دسمتا are small channels that connect adjacent cells. اینمی یک چینل است، یک رای است. که یک نبات، یک حجره نباتی یا حجره نباتی دیگر که مجاور هستن، پلو دا پلو هستن، یارا برای جا توانایی میتا که یا چی کنن؟ کمیونیکیت کنن. و یارا وصل میسازن. اینجا گفته که کنکت میکنن. حجرات پلو دا پلو را یا حجرات مجاور. The plasma membrane passes through them and creates a contiguous membrane from cell to cell. اینا نمی حجرات که پلو دا پلو هستن یا مثل یک راه یک چنل آره ببینید انت یک چیره جور میکنن این انت یک از یکی دیگه خود تیر میشن یعنی از طریق نظامی ها مواد تیر میشن از یک حجره به حجره دیگر این رقم تیر میشن از طریق همی پلازما دسماتا خب a small stream of the cytosol and a section of the endoplasmic reticulum also pass through the plasma desmata. اینجا ببینیم سایتوسول و یک قسمت بلکه خودمی اندوپلازمیک ریتیکولوم از یک جا باجی دیگر حتی میتونه که چی شوه تیر شوند عبور کنن یک استریم می سازن یک فلو یا یک جریان می سازن سایتوسول خوش ما گفتیم که چیه سایتوسول ما گفتیم که سایتوسول اونمو فلوید یا مایه که در سایتوپلازم است که دیگر مواد ساختمانی مثلا میتوکندریا است اندوپلازمیک ریتیکولوم است مثلا واکیول است مثلا لایسوزوم است دکتیزوم است دیگر ساختمان هایی که در داخل حجره است یا به شکل سسپند یا به شکل معلق در داخل حجره در حالت تعلیق می باشند اگر اینمی سایتوسول نباشه اونمو اینمی ساختمان ها در داخل حجره به شکل معلق باقی مانده نمیتونه پس اینمی مواد هم اینمی فلوید یا مایه که سایتوسول یاد میشه از طریق پلازما دسماتا از یک حجره به حجره دیگر یا تحرک هستن و از یک حجره به حجره دیگر عبور کرده میتونن اینمی انتقال یا عبور از یک حجره به حجره دیگر هم تنهایی صورت میگیره و یا هم به شکل کلستر خوشه‌ای یک جایی هم عبور کرده میتونن در بعضی حالت ها تنهایی مثلا یک ساختمان یک مواد از یک حجره به حجره دیگر انتقال میکنه در بعضی حالت ها به شکل مجموعی هم از یک حجره به حجره دیگر یا انتقال میکنه